سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. موضوعات مهمی در ارتباط با ایران در عرصه منطقه‌ای و عرصه بین المللی همچنان ادامه دارد و مطرح است و بحث‌ها و گفتگوهای مختلف، از جمله درباره آمدن چینی ها به جزیره کیش. سندی منتشر شده است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی آن را رد کردند، اما پرسش این است که چرا جمهوری اسلامی از انتشار جزئیات توافق تاکنون به عمل آمده خودداری می کند؟ آیا پس از روزها نوبت آمدن چینی هاست؟ شمال در اختیار نیروهای روس و سیاست های روسیه و جنوب خلیج فارس در قلمرو سیاست های منطقه‌ای چین. ایران کجاست؟ حاکمیت ایران بر آبهای خود در خلیج فارس و دریای خزر، دریای مازندران. آن سوتر اقدامات نظامی ایران و تلاش‌های اتمی جمهوری اسلامی و تهدیدات مسئولان نظامی حکومت فقیه همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید در برابر تهدیدات موشکی جمهوری اسلامی متحدان خود رو در خاورمیانه تنها نخواهیم گذاشت. با من و شما هستند دو میهمان امشب تفسیر خبر در انگلستان. انگلستان همچنان مردمان خانه نشین مانند سراسر جهان و بسیاری از کشورهای دیگر که اکثریت در خانه ها به سر میبرند، آقای علیرضا نوری زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و در ایران آقای کوروش زعیم فعال سیاسی و مسئول جبهه ملی سامانه ششم. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی. آقای نوریزاده خوش آمدید، همچنان در خانه نشینی در لندن. درود به شما جناب سالنگی عزیزم و همینطور درود به جناب کوروش زعیم عزیز. بسیار خوشحالم در خدمتشم و به بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. به اتفاق شما خوش آمد بگیم به آقای کوروش زعیم در تهران که مطمئنم ایشون هم خانه نشین هستن در پایتخت ایران. درود به شما آقای چالنگی و آقای نوریزاده گرامی و بینندگانتون، و به هر حال خوشحالم که بار دیگه ما تونستیم هم صحبت بشیم. آقای نوریزاده، جزیره کیش و چینی ها که در کف خلیج فارس بودن الان در سطح خلیج فارس هم ظاهرن به نظر میرسه که واگذار شده برای 25 سال یا قرار واگذار بشه این جزیره. تفسیر و نگاه شما رو میشنیم، قضیه چه هست؟ جناب چالنگی اجازه بدید قبل از اینکه من پاسخ بدم به شما یه اشاره کوتاهی بکنم که استاد بزرگوارم پدر گرامیم دکتر احمد مهدوی دامغانی داغدار است. حالا بعد توضیحات بیشتری خواهم داد، خواستم فقط بگویم استاد بزرگوار در غم شما شریک است و میدونم شما هم چقدر به استاد علاقه دارید و قرار بود من و شما بریم ببینیمشون. حالا امیدوارم این غم بزرگ رو تحمل کنیم. اما در رابطه با سوال تفسیر خبر هم آقای نوریزاده تسلیت میگیم به جناب دامغانی گرامی، غم آخرشون باشه. بله، حضورتون عرض کنم که درباره این قرارداد آقای چالنگی ظریف در دروغگویی ید طولایی داره، به هر حال نشون داده تا به حال دروغ راحت میگه و به عمامه ولی فقیه قسم میخوره و دروغ میگه. اما اظهاراتی که به اعتقاد من آقای غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت خارجه کرده قابل تأمل.
آقای انصاری یک دیپلمات قدیمی است، سفیر بود در لندن، در واقع بعد از تجدید رابطه اولین سفیر بود. بسیار هم اینجا کارش موفق بود. مسکو بوده، در جاهای مختلف خدمت کرده، بعد هم معاون اقتصادی بخش عمده این قرارداد مسئله اقتصادی. آقای ظریف قول داده ما قرارداد منتشر خواهیم کرد. 17 صفحه‌ای که از درون وزارت خارجه به دست ما رسیده به نظر من عین قرارداد، منتها بعضی از بندهای خائنانش آنقدر تلخ و دردناکه که شاید اینا بخوان یک لعابی بهش بزنن، چون میدید چینی ها هیچی نگن، چون چینی ها میدونن که این صفحاتی که بیرون اومده درسته. آقای انصاری میگه که بله اینجا این ما کیشو ندادیم، کسی نگفته شما کیشو دادی، میگوین منافع کیش رو واگذار کردی، میگویند کف دریا رو واگذار کردید، سطح دریا رو واگذار کردید، و همونطور که شما اشاره کردید شمال کشور به اندازه مساحت اصفهان یا بیشتر از دریای مازندران رو واگذار کردید. یک پدری مرده، ارثش باید بین بچه‌هاش تقسیم بشه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست مرده، این بچه‌هاش که دورش بودن باید از سهم خودش به این بچه‌ها بده، اومده 30%، 29.5% از سهم ما رو برداشته بین بچه‌هاش تقسیم کرد. این دیگه بسیار دردناک. این مال شماله. جنوبم الان صحبت از یک قرارداد خائنانه ترکمنچایه. حتی خودش، حتی احمدی نژاد اومده اعتراض میکنه. و بنابراین من اعتقاد دارم کاری که کوروش زعیم عزیز و دوستانشون دنبال دارن میکنن، این به نظر من بسیار مهمه که از درون کشور نیروهای ملی که در هر شرایطی جلوی قراردادهای خائنانه ایستادن، در این زمینه خاص باید بیانیه بدن، به جهان اعلام بکنن، همونطور که ما در بیرون داریم تلاش میکنیم که این قرارداد خائنانه مورد قبول ملت ایران نیست. و به نظر من ما باید پیگیر این کار بشیم و جلوی این امضا رو بگیریم. صد رحمت به قرارداد 1919 وثوق الدوله. این قرارداد بسیار خائنانه تره و این قرارداد سرنوشت آقایون ادعا کردن استقلال، کدوم استقلال؟ ما در زمان پهلوی ها کجا مملکتمون رو دادیم به خارجی؟ هرچی اینا گفتن نمیدن ما وابسته ایم. نه، خاطرات علمو بخونید، نامه شاه رو به رئیس جمهور امریکا، قبلش نگاه کنید در همه زمینه ها ما کجا مملکت رو به باد دادیم، گاز دادیم به روس‌ها، ازشون ذوب‌آهن گرفتیم برخلاف میل آمریکا. و بنابراین رژیم وابسته، این رژیمه نه رژیم گذشته، اینا وابسته هستن و وابستگیشون رو ثابت کرد. آقای زنگ، خیلی این قرارداد و این توافقی که من جزئیاتش روشن نشده، منتشر نشده، دیده با ترکمنچای، قرارداد ترکمنچای مقایسه کردن، با این تفاوت که باید اشاره بکنیم که ترکمنچای حاصل یک شکست بود برای ایران. ما با چینی ها درگیری نداشتیم و نداریم. حالا خیلی ها به طنز در رسانه‌های اجتماعی گفتن باید کم کم خودمون رو آماده کنیم با چینی ها بجنگیم و با روس ها، اینا دارن صاحب مملکت میشن. نظر و نگاه شما رو میشنویم توافق رو. ببینید اصلا قابل مقایسه با ترکمنچای و با قرارداد 1919 نیست. ترکمنچای رو خب اشتباه روحانیون دربار ما بود که موقعی که عباس میرزا که واقعا یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است گفت من هیچ اسلحه ندارم که به جنگم، باید صلح بکنیم، روحانیون گفتن نه، ما داریم جهاد میکنیم، بنابراین بی اسلحه هم برید به جنگی. نتیجهش این شد که ما اون سرزمین های گسترده رو باختیم و اون قرارداد ترکمنچای تحمل کردیم. 1919 البته نوعی خائنانه بود، چون چیز کشور و کنترل کشور رو به خصوص هم نظامی هم اقتصادی به دست انگلیس ها میداد، ولی اونو مردم قرار اعتراض کردن، سیاستمداران درست کارمون اعتراض کردن و نشد. ولی این رو که من خوندم، من هم اون نوشته یا گفته واتکینز رو و هم این 18 صفحه‌ای که الان منتشر شده که من پیش جلوم هست خوندم،
اصلا وحشتناک آقای چالنگی. اصلا من تصور نمی کنم هیچ آدمی، حتی آدم های خائن که ما توی کشورمون زیاد داشتیم در طول تاریخ، اصلا راضی بشن همچین قراردادی رو امضا کنن. من این نکات جالبی توش هست که کسی توجه بهش نمی کنه. اولا دخالت تو همه زمینه های اقتصادی و سیاسی کشور هستن، یعنی خطای لوله رو اونا می سازن، جاده رو اونا می سازن، تأسیسات صنعتی رو اونا می سازن، حتی کشاورزی دخالت می کنن و همه رو هم پول می زارن. اینجا حالا اصلش اینه که هم کشور رو بدهکار می کنن و همین که می تونن بعدن کشور رو در شرایطی بذارن که کنیا رو گذاشتن، اینا بندر مومباسا رو برداشتن سرمایه گذاری کردن، یادم نیست چه مبلغی بود، و اونجا رو ساختن، بعدن سرویس هم دادن و کنیا نتونست، هنوزم نمیتونه که وامو بده یا بهرشو بده یا قسطاشو بده. الان اونجا رو در تصرف گرفتن. توی سریلانکا هم همین کار کردن، یکی دو جای دیگه هم یادم نیست این کار کردن. بنابراین چینی ها آدم های بسیار زیرکی هستن. شما اگه تاریخشون رو بخونید اینا یک قرون جایی نمیذارن که نتونن سه قرون ازش بگیرن. یه چیزی که من اینجا یادداشت کردم، مثلا مثال میزنم که تو چه مثلا توی شما توجه نمی کنید وقتی میخونید همکاری های نظامی دفاعی و امنیتی دو جانبه. خب همکاری های نظامی میتونه یه معاهده نظامی باشه که اگه ما حمله کرد به ما حمله شد اونا کمک کنن، ولی امنیتی یعنی چی؟ وقتی شما اگه بخواید از مرزاتون دفاع کنید میگید همکاری های دفاعی، اگه بخواید مردم رو سرکوب کنید میگید همکاری های امنیتی. و چین هم یکی از بهترین کشورهای جهان در سرکوب مردمش هست. ما فراموش نکردیم هم زمان ماو، هم اون تیانانمن و هم الان چیز رو هنگ کنگ رو. بنابراین این همکاری امنیتی که توجه نمی‌کنه، واژه‌های تو این هست که اصلا ولی آقای زعیم اگه به شما گفته بشه، چون خیلی کشورها قراردادهای توافقنامه‌های همکاری‌های امنیتی دارن، یعنی بگن علیه تروریسم، از کمان که در همین متنی هم که منتشر شده اشاره کرده، بگن ما هدفمون این هست، یعنی نه اینکه برای سرکوب مردم. درسته در عمل الان عملا مدت‌ها چینی‌ها دارن همکاری می‌کنن در امنیت داخلی، همونطور که روس‌ها و همونطور که جای دیگه. بفرمایید. بله بله، ببینید وقتی ما یک کشور بیگانه میاد، حالا چین رو ما هزاران سال باش دادت داشتیم و تو تمام اینهای اقتصادی، سیاسی، نظام سازندگی دخالت میکنه. حالا من طرحهایی دیدم اینجا که ما خودمون در کشور راحتتر و بهتر و ارزانتر میتونیم انجام بدیم. چرا میخوان؟ حتما سودی برای برخی داره که دارن این کار میکنن. اصلا شما این 18 صفحه رو بخونید وحشت زده بشید. من یکی دو مورد رو براتون بد نیست بگم، اطلاعاتی که واتکینز داده امیدوارم درست نبود. این که پایگاه‌های خود جزیره رو ندادن ولی اجازه پایگاه دادن بهشون در جزیره کیش و دریا رو، می‌دونیم که اون قرارداد ماهیگیری که با چین بستن دو سه سال تمام ماهی‌های دریا رو جارو کردن، به طوری که ماهیگیرای ما به گرسنگی اومدن. الان میرن تو دریای سومالی $10,000 رشوه میدن که اون چیزای سومالی، اون راهزنای سومالی اجازه بدن اونجا ماهیگیری بکنن. یعنی در خلیج فارس تقریبا پاک کردن، هنوز هم دارن این کارو میکنن. و این قرارداد هم اگه دقت بخونید چیزی به جز اون نخواهد. خب این متن همونطور که اشاره کردم هنوز به طور رسمی تایید نشده از طرف جمهوری اسلامی، وعده دادن جزئیاتشو منتشر میکنن. حتی نمایندگان مجلس حکومتی رو هم در جریان این توافق نذاشتن، برخلاف نص صریح قانون اساسی خود حکومت فقیه. اما آقای
نوریزاده، ببینیم وقتی صحبت ترکمنچای رو میکنیم و شکستی که ایران خورد در اونجا و بعد صحبت قرارداد 1919 رو میکنیم، 1919 وسوق دوله رو، وسوق دوله در دفاع از خودش حرفی زد، من فقط نقل میکنم، درست نادرستیش بحث دیگری هستش. ایران در اون زمان خب کشور عقب افتاده ای بود بدون تردید و میگو من هدفم خیر بود و قصد داشتم ایران رو ببندم به ترک انگلستان، یعنی یک جوری شریک بشه با انگلستان و یه سرنوشت بهتری پیدا کنه. این حرف وسوق دوله هست بدونش تفسیری. خب اما الان ظاهرا در همین متنی که منتشر شده و در امور دیگه علنا بدون توافق، مثل اینکه ایران رو مثلا به عنوان یه زائده ایران، کشور عقب افتاده دیگه در قرن 21 نبود و در قرن 20 نبود تا اونجایی که انقلاب اومد، ایران رو بستن به ترک سیاست‌های چین و روسیه عملا، یعنی یه زائده ای در دست چینی‌ها و روس‌ها. تفسیر شما رو می‌شنویم، چون این نیست جایگاه ایران همون جایی قرار می‌گیره که کنیا و زیمبابوه و سریلانکا هست، این جایگاهی که ما پیدا میکنیم. ببینید آقای زعیم خیلی اشاره به جایی کرد راجع به چینی ها. استثمار چینی در آفریقا 100 برابر بدتر از استثمار و استعمار انگلیس و فرانسه و غیره. اینا وقتی به یه منطقه میرن، در اون منطقه تمام ثروت اون منطقه رو غارت میکنن، حالا چیزی هم میسازن، راهنی، جاده غیره میسازن، شرایطی به این جاده و به این پروژه ها قائل میشن، شرایطی میگذارن که همطور که گفتن کنیا مومباسا رو ناچار میشه فعلا واگذار بکنه چون قادر نیست که بدهی رو بپردازه. در مورد ایران ما با یک کشور ثروتمندی روبرو هستیم که اولا از نظر جامعه مدنی زندگی اجتماعی 41 سال این رژیم میخواد مملکت رو چادر سرش کنه، نمیتونه. این همه آدمای با فرهنگ، موسیقی، شعر، ادبیات، سینما، همه اینا نشون میده این رژیم لایتچسبکی که به ایران نمیچسبه و نمیتونه. منتها خمینی گفت ملت مستضعف، او قصدش بود ایران رو مستضعف کنه و حالا در عرصه سیاست خارجی هم ما مستضعف شد. من نگاهی میکنم به این آقای ظریف، آدم درس خونده در امریکا، آدمی که دیپلماسی رو بلد. 30 سال آقای ظریف در عرصه دیپلماسی بین‌المللی فعالیت میکنه. اون 10 سالش هم که جوان بوده اولش توی دفتر سازمان ملل. مرد بزرگی چون آقا مهدی حائری یزدی، روان شاد باد. این مرد بزرگ اول انقلاب خمینی بهش گفته بود که شما بدید سفارت رو سرپرستی کنید و ایشون میره بعد از 2 هفته هم ول میکنه، نامه به سنجابی مینویسه و به خمینی که یه آقای اینجا که فرستادین آمده و 7 میلیون دلار پولی که مال نیرو دریایی بوده به حساب خودش منتقل کرده. آقای خمینی این دزدی رو چی اسمش رو میذاری؟ میگه خمینی جواب به من نداد. وقتی هم رفتم ایران بهش گفتم باز به من جواب نداد. و بعد خود ایشون میگه از ابتدا پایه دزدی، دغلکاری و استبداد رو اینها ریختن. و بعد ولایت فقیه رو میگه با این ولایت فقیه حاکمیت مردم نقض شده و از بین رفته و جمهوری معنایی نداره. این مرد بزرگ 6 ماه 7 ماه بعد از انقلاب، 1 سال بعد از انقلاب، بعدم در مصاحبه با پروژه آقای لاجوردی تاریخ شفاهی رو میگه. منظورم اینه این رژیم از ابتدا به مسئله استقلال ایران ارزش قائل نبود، چون وقتی آقای میگه آقای طائب، مهدی طائب برادر حسین آقا، میگه که سوریه 1000 بار برای ما اهمیتش بیشتر از خوزستان، پس این معنای حاکمیت ملی و استقلال بی ربطه. پس چین میاد خلیج فارس رو بهش میدن، روسیه دریای مازندران رو میدن، اگر لازم بشه این ور و اون ور هم حتی به بنگلادش و بورکینافاسو هم بشه میدن. اینا اصلا معنی استقلال رو نمیدونن، نه استقلال رو برای دیگران قائلن نه برای خودشون. خب این آقای ظریفی که شما اشاره کردید تحصیلاتش خارج بسیاری بودن، تحصیلات خارج، عمل کردش از آقای نوری‌زاده عمل کرده جز حرکت
بله بسیار بد، منافقانه، دروغ، منافقانه. همین رو عرض کردم، اینا در خدمت حکومت فقیه هستن. این همه این اتفاقات در سیاست خارجی خب بخش بزرگیش محصول عملکرد آقای ظریف و ظریفا هست در نظام. در هیتلری هم بسیار آدمای تحصیل کرده وجود داشتن به خودی خود ممتبه سلاب در آدم میگه صد رحمت به حاج منوچ، میگه صد رحمت به وزیر خارجه احمدی نژاد. وقتی مقایسه میکنی با آقای ظریف که ادعا داره در بهترین کالج ها درس خونده و دیپلماسی رو بلده، به خدا پرونده حاج منوچ از این بهتره. بله، وطن دوستی و اینها خب امر جداگونه است که مثلا امثال ستارخان و بسیاری دیگه بودن که شاید درسم نخوندن همون به هر حال. اما آقای زعیم شما بفرمایید، ببینید به چینی ها حرجی نیست، به روس ها حرجی نیست، به هیچ کسی نمیشه خورده گرفت که دنبال منافع و زیاده خواهی هستن یا هر چه که هستن. درسته، در خونه تو ببند، همسایه تو دوز نکن، ضرب المثله. نمیشه منتظر بود که در دیزی باز حیای گربه کجا رفته. گربه قراره بی حیا باشه، البته گربه های نازنین خیلی هم حیا دارن در موارد. به هر حال مشکل کار کجاست؟ این حکومت آیا ایران براش، حکومتی که بنیانگذارش که ملی گرایی کفره، اساسا خاک و جزیره کیش و این ور اون ور براش اهمیتی داره نداره؟ چه هست؟ شما به ما خواهید گفت. نه اصلا اهمیتی نداره، چون ایشون هم اون موقع گفتن که یه همچین پرسشی کردن، گفتن همه جا بلاد اسلام است. بنابراین اهمیت نداره که این بلاد اسلام ایران باشه، سوریه باشه، عربستان باشه، اصلا مهم نیست. ولی نکته ای که میخوام اینجا حتما تذکر بدم این که در قانون اساسی همین جمهوری اسلامی اصل 153 براتون میخونم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. الان این قراردادی که ما پیشنویسش جلومونه در همه شئون کشور، یعنی اینها کنترل چیزامون رو خواهند، لولای گاز و نفتمون رو خواهند داشت، راه‌هامون رو خواهند داشت، بندرهامون رو خواهند داشت، همه چی. اصلا وحشتناکه. تازه این خلاف قانون اساسی شونه. این یکی. دوم این که اصلا چین رو من اصلا ستایش میکنم. اون چی که من در چین دیدم و الان شدن مقایسه میکنم با همین 40 سال جمهوری اسلامی. ببینید، روز شاید من اینو گفتم، حدود 35 سال پیش دنگ شیاپینگ موقعی که ماو مرد و ایشون آمد، برنامه راهبردی برای پیشرفت چین. چین بسیار فقیر، چون ما میدونید تمام کشاورزی رو صادر میکرد و مردمش گرسنه بودن، و ایشون دعوت کرده بود کارشناسا رو از سراسر غرب. یکی از اونا من بودم که رفتم از صد تا اونجا. کارخونهاشون رو دیدم، مال جنگ جهانی اولم قدیمی تر بود. یک چیزی که به من گفتن که من آوردم اینجا به وزیر نفت ابله اینجا انتقال دادم، گفتن ما میخوایم که کارشناسان صنعت نفت شما بیان اینجا با ما شراکت کنن که ما اکتشاف و استخراج کنیم، ما میخوایم خودمونم تولید نفت بکنیم. خب شما فکر کنی ابله ها چجوری پاسخ دادن؟ الان اونها دارن میان برای ما اکتشاف استخراج بکنن. اونها ثروتشون 100,000 برابر شده، ثروت ما 100,000 هم کمتر شده. بنابراین اینو من ستایش میکنم از اینکه چینی الان بیان میخواستن ما بریم اونجا و به اونا کمک کنیم، حالا اینا اومدن اینجا بهره برداری کنن از سرزمین ما. و این اصلا این قرارداد خلاف قانون اساسی خود این آقایون. یعنی شما انتظار دارید، خب این حکومت خود شما اشاره کردید که براش اساسا معنی نداره به اصطلاح منافع ملی، حتی در این مسیر هم آماده است که قانون اساسی خودش زیر پا بگذاره، اینطور نیست؟ حتما، همونجور که وثوق الدوله مثلا 130,000 پوند گرفت که اون قرارداد 1999 رو امضا کنه، اینها مطمئنا مفت اینو
امضا نخواهند کرد یا نکردند. ببینید یک چیز دیگه که این صحبت های اینزو که درباره ارتششون میگن، قرار روسیه هم بیاد توی یکیش یه پایگاه هوایی و موشکی بسازه و اینجور که میگن، البته من تضمین نمی کنم، یه سامان دفاعی موشکی S-400 اونجا نصب کنه روسیه و در همکاری با چین و سامانه کاراسوخای 2 و 4شونه که پهپادار شناسایی میکنه اونم میخوان اونجا نصب کنن. در ضمن جزو این بندی که میگه تبادل بر حال چیز تو ارتش تبادل خواهد بود از بین دو ارتش برای آموزش و آشنایی، 110 تا پاسدار قرار برن چین و روسیه آموزش ببینن، 110 تا مستشار روسی و چینی قرار برای آموزش ما بیان تو ایران تو همون جزیره. بنابراین موضوع یه ذره اساس‌تر از این حرف هست که ما داریم در باره، یعنی خیلی بیش از اینها الان خیلی از تحصیلکرده‌های روس و جایی حتی مثل خود چین مسئولیت هایی داره. من سن همین خانم لیلا واسقی که در مسکو تحصیلات چه به پایان برده که البته این به خودی خود مشکلی نیست ولی عمل کردی که هست، آقای نوریزاده انفجاری در قلمرو خانم لیلا واسقی فرماندار شهر قدس رخ داده، بعد از طرف شهردار به گندره اعلام کردن که این انفجار خبری نبوده و بعدن معلوم شده شهردار مدت هاست فوت کرده. ببینید آقای چالنگی، زمانی که خمینی اومد و گفت من خونه مجانی میدم و برق مجانی آب مجانی، یه عده مردم روستاها شهرستان رو ریختن به تهران و متاسفانه خب وعده‌هاش مثل همه وعده‌هاش دروغ بود. این رو دوروبر تهران شروع کردن خونه ساختن، کوخ ساختن و این شهرک های اطراف تهران زنجیروار درست شد، بخصوص در غرب. شهرک قدس هم یکی از اوناست. همین شهرک هایی که پشت هم از دور شهریار رو رباط کریم شروع کردن ساختن تا ملارد از این ور رفتن و از اون طرف اسلام شهر و غیر و غیر. حالا سپاه اومد یک سلسله از یا مراکز یا مؤسسات ساختن اسلحه رو در این مناطق قرار داد، در غرب کشور تا ملارد تأسیسات بسیار بزرگ موشکسازی و غیره درست کردن، در شرق کشور از خوجیر و پارچین و شهید باکری و همت در اونجا هم تأسیسات موشکسازی و بعضی از لابراتوارهایی که ارتباط با برنامه اتمی داشت، در نطنز هم که خب سانترفیوژ ساختن و غنیسازی اورانیوم، و بعد تأسیسات مزدوج یعنی دوگانه، مثلا در اهواز کارخانه برق دارن که با سوخت گازیه ولی در کنارش بازی تأسیسات نظامی دارن، یا در ماهشهر همین. آنچه در این 2 هفته اتفاق افتاد آقای چالنگی نشانه یک برنامه ریزی بسیار دقیقه. من اعتقاد دارم اسرائیلی ها هستن و احتمالا با کمک امریکا، حداقل امریکا از نظر شناسایی ماهواره‌ای بسیار پیشرفته است و من همیشه میگم رنگ شلوار آقا مشتبارم آمریکایی‌ها میدونن چی پیژامش، بنابراین اینا دقیقا خبر دارن چی خبره. کما اینکه بلافاصله بعد از اینکه ایران ادعا کرد نخه چیزی نشده، عکسایی از نتنز اومد بیرون، لیبراسیون هم چاپ کرد نه روزنامه آمریکایی، و دقیقا قبل از عمل بعد از عمل رو میبینیم. وقتی تو روزنامه دوتا عکس میذاشتن، قبل از عمل دماغ اینقدر بود، بعد از عمل میشد باریک و کوچیک. حالا اینجا هم قبل از عمل میبینیم تشکیلات، بعد از عمل سوخته و کوچولو شد. آنچه در این شهرک قدس اتفاق افتاده به اعتقاد من دور از این برنامه ها نیست، برای که در شهرک قدس تا امتداد ملارد یه بار اسرائیلی ها در زمان احمدی نژاد مرکز ساختن کلاهک ها رو زدن و 200 کلاهک رو به این بردن، اون روز هم قرار بود آقای احمدی نژاد برای بازدید بره، ولی در کنار همونا این منطقه قرار داره و گمان من حتما یک اتفاق ناگواری بوده. امیدوارم تلفات جانی نداشته باشه. شما یادتونه چند روز قبل صحبت از 2 تا کشته کردن، ولی تا اونجا که خبرها به ما رسیده بود بیشتر از 5-6 تن کشته شده بودن. همینطور در
ماجرای بیمارستان سینا اطهر واقعا دردناک بود. گفتن 19 تا بعد فروش 27 8 نفر کشته شده و اینا هر کدوم نشانه این هست. به نظرم این مهمه. رژیمی که ادعا میکنه مگس رو هوا میزنه، اسرائیل رو در 9 دقیقه نابود میکنه، این رژیم قادر نیست مهمترین مرکز صنعتی اتمی کشور یعنی نتنز رو حمایت کنه. از اون طرف اسرائیلیا میان 50,000 سیدی و سند و ور میدونه قشن بار میکنه، شیشترم میکشن، رئیس اونجا رو ممیدن با خودشون میبرن. ببینید این رژیم عاجز امروز به نظر من رژیم مفلس در همه عرصه هاست، به ویژه عرصه امنیتی، اونم بر خودشون با کرونا روزی چند نفر کشته میشه. خب های نوریزاده به عمل دماغ اشاره کرده. بعد از عمل متاسفانه در ایران عملها بیشتر همه شبیه هم هست، مثل این که ظاهرا یک مدله، ولی در مورد این تأسیساتی که بمباران میشه تأسیسات مختلفی هست و شکلهای مختلف و زیانهای بسیار برای ایران. آقای زعیم بفرمایید که این لجاجت اتمی حکومت از چین یکی از ارکان اساسیش که همانو به قول علما آفتابه باشه را از چین وارد میکنه و سجاده و بقیه ابزار نماز و روزه رو از چین وارد میکنه، حالا این لجاجت اتمیه تا چه اندازه به اصطلاح در جهت منافع ملی هست و ایران رو به کجا رسونده تا این لحظه‌ای که هستیم؟ آقای زعیم اینها به علت سطح هوشمندی بسیار بسیار پایین مثل سطح سوادشون نمیدونن چه کار بکنن، خیلی کارهایی میکنن که هیچ آدم عاقلی انجام نمیده. مثلا شما صحبتهای پوتین رو یک دو سه ماه پیش نمیدونم شنیدید یا خوندید یا نه، آقای پوتین میدونید که قرارداد بسته بودن برای نیروگاه‌های بوشهر، دو تا نیروگاه. من اینا یه سابقه بهتون بدم چون اینایی که میگم من خودم تجربه داشتم، یعنی رعایت کردم. سال 63 اینها وقتی آلمان اینا اومدن و تاسیسات الکترونیک و برق و مکانیکش رو قبول نکردن، دو تا کشتی 60 میلیون دلاری ما خرید کرده بودیم، آقایون گفتن ما قبول نداریم نیروگاه ها رو، یک شو فرستادن تو ابوظبی تو بیابونا زنگ زد و از بین رفت و دزدیده شد. اون یکیش هم تو آلمان موند. سیمنس هم گفت آقا ما بهتون فروختیم، اینو به درد ما نمیخوره، میخواید بردارید میخواید نه. بعدا چیزم صدام هم اومد بمباران کرد اینا رو. انرژی اتمی که من اون چیز بخش رادیوزوتوپشون رو ساخته بودم ما رو فرستادن اونجا ارزیابی کنیم، رفتیم اونجا گفتیم نه میشه این کار کرد. همون موقع من یک پیشنهاد دادم روی تجربیات و چیز خودم به سازمان انرژی اتمی که ما اینجا رو میتونیم خودمون بسازیم در عرض 3 سال حدود 3 میلیارد تومان هر کدوم، به شرط اینکه شما اون چیزها رو از زیمنس بگیرید. اینو ما پیشنهاد کردیم و خب نپذیرفتن. بعدن افتادن به حتی از مالزی هم خواستن بیاد اینا رو تکمیل کنه که نیومدن. ژاپن هم خودداری کرد. تا بعد از فروپاشی شوروی آقایون رفتن سراغ روسیه. من همون موقع یه مقاله نوشتم گفتم آقا من توان اتمی روسیه رو میدونم، یعنی نیروگاهیشون، اینا هرگز نه تجربه شو دارن نه دانششو دارن نه انگیزه دارن که اینا رو تمام بکنن. بنابراین شما با اینا یعنی روسا رو میفرمایید آقای زعیم؟ بله روسا رو میگم. بله روسا چرا قرارداد نداشته باشن؟ روسا خب یه ابرقدرت بودن در اون زمان و یا بعدش حتی به هر حال تجربیات اتمی دارن. نه خیلی دارن ولی نه در سطح اون نیروگاه هایی که آلمان یعنی زیمنس و کرافتد یونیون برای اینجا. ببینید من یه پیش چیز، ببینید روسا در اون موقع فقط یک نیروگاه داشتن با ریاکتور کروی در چرنوبیل که داستانشو میدونید. آمریکاییان الان این برنامه الانو بفرمایید آقای زعیم، الان این لجاجت اتمی جمهوری اسلامی واقعا به کجا رسونده ایران رو؟ چون تاریخ گذشتهش مفصله. بفرمایید. بله بعد از این جریان که خود اینها گفتن که ما حتی امروز بعد از 20 سال که پول دادیم به روسا اینجا رو انجام بدن
برق خودش هم نمیتونه تامین بکنه. پوتین با تو خیلی توهین‌آمیز نسبت به اینها صحبت کرد، گفت ما 200 میلیارد از اینها گرفتیم که به دست چیز اتمی، دانش اتمی دست پیدا نکنن. یعنی اینها اومدن چیزای مهندسان خودشون آموزش دادن، ما 75 میلیون دلار گرفتن که بعدن شد 25 میلیون دلار، همینجور گرفتن 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 و نتونستن، همینجور که من پیش بینی کرده بودم تو 20 سال نتونستن یا نخواستن اونجا رو درست بکنن. اون زمان تجربهشون فقط همون بود و اون طرحهای جدید بود که الان نمیخوام وقت بگیرم انجام بدم. بنابراین اینها فکر نمیتونن بکنن، فقط چه کار میتونن بکنن که توش برای خودشون یه به هر حال درآمد شخصی داشته باشن. خب آقای نوریزاده، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آمده و گفته درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی که بسیار صحبت کردن مسئولان آمریکایی، و اخیراً درباره تهدیدات موشکی که ما به تعهد متحد هستیم در برابر خاورمیانه و متحدان آمریکا در خاورمیانه و به طور کلی تهدیدات موشکی در منطقه، این سیاست، این آمدن چینی ها به خلیج فارس، روس‌هایی که در شمال بوده و هستن و در مرکز هم همینطور، اینها تا چند اندازه به پیامدهای روی کشورهای عرب داره نسبت به ایران؟ ببینید آقای شلنگی، روابط ما با جهان عرب امروز نگاه کنید روابط تیره است، حتی با کشوری مثل لبنان که اینا ادعا میکنن ما رابطمون خیلی برادران و خوبه، لبنان علیه اینا بلند شد. عراق دیدیم دیروز و پریروز تظاهراتی که به یاد خوشامل هاشمی دوست همکار عزیزمون که به قتل رسید برپا شده بود، مرگ بر کی میگفتن، علیه عکسای کیو آتیش میزد، که هادی العامری یکی از نوکراشون اومد گفت آقا زشت، این به اسلام لطمه میزنه، مردم هم گفتن هیچ ربطی به اسلام ند. منظورم این آقای چالنگی، جهان عرب دیرگاهیست به این نتیجه رسید که با این رژیم نمیشه کنار اومد، این رژیم حرف حساب سرش نمیشه. بله شما یادتونه مصری ها از زمان مبارک وقتی با خاتمی ملاقات کرد علاقه من بودن روابط تجدید بشه، مغرب دو نوبت تا روابطش رو قطع کرده، بحرین سه نوبت روابطش رو قطع کرده، با عربستان عمده ترین کشور همسایه و عربمون رابطه نداریم، روابطمون با امارات که اون همه نظر اقتصادی بهش وابسته ایم روابط پرسوء ظنیم، فقط یه دولت قطر عظما رفیق اینا شده، اونم به خاطر بازی های خودش، و اینا نمیدونن که با قبای شیخ قطر تمیم رو گرفتن دارن تو چاهی میرن که آقای اردوغان هم علاقه مند اینا رو تو اون چاه بیشتر فرو کنه. بسیار باعث تأسفه، دوست و دشمن رو آدم تشخیص نده. روابطمون با افغانستان خوب نیست، روابطمون با پاکستان پرسوء ظنه، با هند که خیلی رابطه خوبی داشتیم الان رابطه آنچنانی نداری. یعنی شما فکر کنید آقای چالنگی، الان مونده ایران و بلاروس، روسیه سفید و روسیه و چین، و لابد زیمبابوه هم که از حوزه رفت، یکم ونزوئلا، یک کشور قدرتمند نفتی پیشرفته که امروز به فلاکت و بدبختی افتاده برای اینکه آقای مادورا و چاوز و اینا دنبال همه آرزوهای جمهوری ولایت فقیه هست. متاسفانه شما البته از متحدان شیخ زکزاکی رو هم فراموش کردید. بله بله حتما، ایشون که حالا دخترش در ایران هست و آقای خامنه‌ای هم خطبه عروسی شو خوند. خب آقای زعیم، در یه همچین شرایطی که چینی ها در حال اومدن اون بساط رو پهن کردن در جزیره کیش و در خلیج فارس که مدت ها از تورها رو پهن کردن و در کف خلیج فارس و همه جا، و روس هم در شمال و در بسیاری جاها، در بسیاری جاها در ایران، وظیفه یا پیشنهاد شما برای نیروهای ملی، نیروهایی که زیر عنوان ملی تعریف میشن چه است؟ چه باید بکنن در این شرایط؟ ما تحلیلامون رو کردیم، پیشبینیامون کردیم و پیشنهادامون هم دادیم. من تصور نمی کنم که این طرح آقایون با چین که فقط برای امنیت حکومت خودشون و ماندگاریشون
داره انجام میشه به سرانجام برسه. من بارها، یعنی دو بار تحلیل کردم و گفتم که اینا در مسیر فروپاشی هستن و الان دیگه اون مرز پرتگاه هستن. اگر این کار رو بکنن و افزون بر فشارهایی که رو مردم میاد، روی کارگران میاد، روی اصولا قشر مردم، الان 50% جمعیت ما فقیرن، یعنی به هزینه روزانهشون محتاجن. من هشدار دادم بهشون که این بار اگر مردم همونجور که من هشدار داده بودم و 98 رخ داد، این دفعه دیگه از اون دفعه ها نیست. مردم بسیار خشمگینن، میرزن بیرون، نیروهای نظامیمون، هم سپاه، هم ارتش، هم نیروی نظامی، سربازا سطح پایین بسیار خشمگین و ناراضی هستن. و اگر خدای نکرده یک 98 دوباره رخ بده که احتمال بسیار زیاده، اینا هم وارد میشن و چون دست به اسلحه دارن، الان در غرب کشور دارن اسلحه تو زیر زمیناشون دارن. چرا خدا نکرده آقای زعیم، چرا خدا نکرده؟ و هشداری که شما دادید یعنی به حکومت که چه کنه؟ آیا امیدی هست که اصلاحاتی بکنه؟ پایان نشد. من چون این ترس رو دارم و گفتم و به زودی چیزای دیگه هم خواهم گفت، ما یه پیشنهاد دادیم به این رژیم. ما گفتیم آقا شما اگر جنگ خیابونی بشه شما باختید. حتی من این جمله رو توی یکی از مصاحبه‌های تلویزیونیم گفتم میان تو خونه هاتون تیکه تیکتون میکنن. مردم اینقدر خشمگینن، اینقدر عصبانین، این قرارداد چین دیگه همه رو خون به چشم آورده، یعنی اگر اجرا بشه ده. بنابراین ما گفتیم که آقا شما بذارید یک انتقال قدرت مسالمت آمیز صلح‌جویانه بشه، امنیت شما تضمین بشه، پولایی که دزدید نترسید، ازتون نمیگیرن و فقط مالیاتشو بدید اینجا سرمایه گذاری کنید، امنیتتون هم رسما تضمین میشه، انتقال قدرت رخ میده، شما پولدارای آیندهمون باشید، پولایی هم که بردید خارج بیارید. چرا آقای زعیم شما اجازه بفرمایید از آقای نوریزاده بپرسیم. آقای نوریزاده، آنچه رو که آقای زعیم پیش بینی کرده تا چند اندازه مبتنی بر واقعیت میدونید و چرا باید این دارایی‌هایی که بردن به اینا واگذار بشه؟ حالا این بحث فرضی هست و موضوع ما نیست، ولی اساساً این حکومت واقعا در حال فروپاشی است. آقای زعیم اشاره کرد، خیلی کوتاه بفرمایید. من به طور قطع مطمئنم در حال فروپاشی است و بنابراین آنچه آقای زعیم میگه تا حدودی به عنوان آدمایی که در داخل ایران هستن درک میکنم که به دنبال اینن که با کم خونریزی ترین راه و کم خسارت ترین راه انتقال عملی بشه. حالا این که ما میتونیم به رژیم ضمانت بدیم پولش مال خودش باشه، این به اعتقاد من امریست منوط به اون تشکیلات قضایی مستقلی است که بعداً درست میشه که چجوری رسیدگی بکنه. اما من میدونم حتی آمریکایی‌ها به شماری از مقامات رژیم این اطمینان خاطر رو دادن که اگه شما کنار برین، کما که به بشار اسد دادن، شما میتونید پولاتون رو نگه دارید. ببین آقای چالنگی، ایران کشور ثروتمندی است، پول دوباره به دست میاد، اما این جانهایی که داره از بین میره، این جوانهایی که دارن نابود میشن، اینا قابل تکرار نیستن. این اعتیادی که این رژیم در درون جوان رواج میده. بنابراین میخوام بگم میلیون ها ایرانی که از کشور خارج شدن، خیلی هاشون دیگه بر نمیگردن. اینا سرمایه ملی. حالا اگر بشه با 100 میلیارد این رژیم رو کنار زد، خب این عاقلانه ترین راه، برن کنار، به قول معروف سرمایه گذاران بعدی ایران باشه. اما اینا چون وطن ندارن، اغلبشون الان تو نیوزیلند و توی نمیدونم جزایر پورتو پرنس آمریکای لاتین و غیره پاسپورت خریدن و زمین و زندگی و بچه‌هاشون رو فرستادن. همین پسرک، پسر سفیرشون در ونزوئلا تو هواپیمای شخصیش تو این روزا ببینید چه کارهایی میکنه. این تازه به دوران رسیده های گدازاده هایی که اینجا شدن، بذارید برن، مملکت اون به اینا احتیاج نداره، ولی ایران رو دوباره میشه ساخت و آباد کرد. بله بله، خب پول های مردم هست و این که از طرف مردم، چه آمریکا، چه کشور دیگه، چه حزب، چه گروه، چه من، چه شما یا آقای زعیم، نمیتونیم وعده بدیم یا تضمینی بکنیم رفتار با پول هایی که از
پول مردم هست و این رو سنت کنیم که هر که آمد و دزدید و چپاول کرد به قیمت کشتن مردم و قتل و غارت کرد، بعدها چنان که تصمیم بگیره لطف کنه و بره کنار، پولی که برده مال خودش هست و اینها، یعنی یه جور سنت خواهد شد. این بحث قضایی خیلی پیچیده ای هست. اما آقای زعیم، شما اشاره کردید به اینکه اینها هوشمندی ندارن و بقیه موضوعات، 41 سال هم با همین عدم هوشمندی موندن. آیا با حمایت قدرت های مثل چین، روسیه یا دولت های وقت اروپایی و جاهای دیگه بوده، یا اینکه پایگاه مردمی هست، یا با چه هست که تا به حال مانده اند اینها؟ بگیر و ببند ها هست، چه هست؟ ببینید، آمدنشون که ما میدونیم کدوم کشورها پشتیبانی کردن که بیان، منتها روسیه پل گرفت و همون از آغاز شروع کرد، یعنی شوروی، آموزش امنیتی دادن بهشون. و الان هم روسیه در ضمن که با اینها خیلی نزدیک خودشون نمی کنه، ولی خب حواسش هست بهشون. ما علت این که اون پیشنهاد دادیم آقای چالنگی اینه که نمی خواهیم جنگ و خونریزی تو خیابونا بشه. نگفتیم پولا مال خودیم، گفتیم مال خودتون اینجا سرمایه‌گذاری کنیم، اینجا سرمایه گذاری. حکومت های گوش میده گوش نمیده و بعدم پیشنهاد معمولا از نیرویست که در یک قدمی رسیدن به قدرت هست که میان به مصالحه ای برسن. بفرمایید. من مطمئن هستم که شما خب دلتون برای پول مردم هم میسوزه، تردید ولی اینها گوش بده نیستن. بفرمایید. میگم گزینه دیگهش برایشون اینه که جنگ خیابانی بشه، تعداد زیادی کشته بدیم، خودشون هم کشته خواهند داد، خیلی هاشون ممکنه پاورانه فرار کنن. نمیخوایم این بده. به هر حال این پولا مال این ملت، اینجا سرمایه گذاریش بشه بهتره یا ببرن خارج. حتی ما یه چیز تشویقی طراحی کردیم که اونایی که بردن خارج با تضمین بین المللی پولا رو بیارن اینجا سرمایه گذاری کنن. من حساب کردم نزدیک 400 میلیارد دلار. خب اگر آقای زعیم ببینید، من نمیخوام این بحث رو ادامه بدیم چون وقتمون کمه، ولی مثلا کسایی که دستشون به خون مردم آلوده است بگیم بفرمایید سرمایه گذاری کنید با پولی هم که از مردم بردید، این یه مقداری اجازه بفرمایید این بحث رو برگردیم به همین، با چه هست که تا به حال اینا حکومت کردن؟ بسیاری از کسایی که صاحب سرمایه هستن، مطمئن باشید مستقیم و غیر مستقیم در سربنیست کردن بسیاری از انسان‌های ایرانی نقش مستقیم داشتن. به هیچ وجه بفرمایید. آیا شما این رو ارزش نمی‌بینید که ما جون هزاران ایرانی رو با پولی که اینا دزدن بخریم؟ یعنی اگر این دفعه جنگ بشه، ببینید ما تحلیلایی که دادم دیگه چاپ شده، اون 88 تومن تو تحلیلم گفتن اتفاق خواهد افتاد، چون تحلیلای چیز علمی میکنیم. 96 افتاد، 98 تا حتی تو بازجویی از من پرسیدن چه رخ خواهد داد، من گفتم چند ماه دیگه 98 رخ خواهد داد و این تعداد کشته خواهند شد. ببینید ما میتونیم، یعنی اگه شما محاسباتتون درست باشه میتونید ببینید به چه اتفاق افتاده. من حاضرم به جان یک جوان ایرانی رو 100 میلیارد بخرم اگر این جنگ افتاده. بحث دیگری است جناب زعیم، اجازه بفرمایید. بله، حالا اگر زمانی اتفاق افتاد و کسانی که صالح بودن و دستی به خون آلوده نداشتن و پولی که به دست آوردن مشروع بود، خب میتونن سرمایه گذاری کنن، ولی تا به حال ایستادن و آیا اساساً به این توصیه ها، به این پیشنهادها توجه خواهند کرد در این 41 ساله؟ اینها خودشون توصیه کننده و پیشنهاد دهنده و نصیحت کننده هستند و خودشونو بر حق میدونن و نماینده خداوند بر زمین و عملشونو بسیار حق میدونن و درست، و خداوند رو هم از خودشون راضی میدونن. چه دلیلی داره فکر کنن که خطاکارن؟ و به هر حال همین الان آیا این حکومت در این 41 ساله تکی به چه بوده و الان حمایت روسیه و چین میتونه نگه دارنده این حکومت باشه؟ آقای زعیم عزیز خیلی کوتاه بفرمایید، وقتمون تموم. نه دیگر نمیتونه، میتونه یک کمی تمدیدش بکنه، ولی هرچه بیشتر تمدید بشه خسارتشون در روز آخر بیشتر خواهد. من فکر کنم همین الان اینها باید دوتا تا چهارتا بکنن و با این پیشنهادی که ما کردیم، فقط به خاطر اینکه جانی از دست نره، یعنی یه ایرانی خونش ریخته نشه و خودشون هم کشته نشن حتی اگه جنایت کردن. بنابراین کشتن انسان ها اصولا
راه درستی نیست، انتقام جویی راه درستی نیست، تلافی کردن نه. ما فقط میخوایم کشورمون دست بگیریم و آبادش کنیم. حتی بدون تردید ما در اینجا کسی رو به انتقام جویی یا مثلا کشتن انسان ها دعوت نمی کنیم، ولی به اجرای عدالت در همه شرایط قطعا بله چرا دعوت میکنیم. آقای نوریزاده خیلی کوتاه بفرمایید، چین و روسیه آیا نجات دهنده برای ماندگاری جمهوری اسلامی میتونن باشن یا خیر؟ به هیچ روی یک دقیقه وقت داریم این موضوع ما. به هیچ روی، مگه اتحاد جماهیر شوروی با اون همه اسلحه و بمب و غیره و اتمی تونست خودشو نجات بده؟ ببینید مردم ما درست در یک لحظه ای اصلا، حالا کرونا اومد وسط مانع شد، ولی مطمئن باشید آقای چالنگی این مردم کوتاه نخواهند اومد. تاریخ ما به ما نشون داده در یه بزنگاهایی، حالا از کاوه آهنگر گرفته تا امروز، این مردم بلند میشه. من ایمان دارم در پرتو یک رهبری درست مخالفان رژیم در کنار هم دیگه میتونن رژیم رو پایین بکشن، رو با شیوه های مختلف. راجب شیوه هاش من بحث نمی کنم، ولی تردیدی نیست این رژیم مفلس کامل و دیگه فی امان الله هم نیست، بلکه در برابر ملت هست و ملت حق خودش رو خواهد گرفت. و در چنین صورت آقای زعیم کمتر دو دقیقه وقت داریم، این که ایران چه وضعیتی میتونه داشته باشه، چه وضعیتی در منطقه میتونه داشته باشه در صورت برخورداری از یک حکومتی که سر ستیز با کسی نداشته باشه؟ آیا میشه به سرعت رسید به جایی که ایران مقامی شایسته در منطقه و عرصه بین المللی داشته باشه از نظر شما؟ حقیقا ما میتونیم یکی از مهمترین کشورهای آسیا باشیم. ببینید روش ما الان خودزنیه، آقایون با کشورهای ثروتمند دنیا روابط ناسالم دارن، با همسایه هامون، ما باید با همسایه‌هامون دوست باشیم، همکاری داشته باشیم، همکاری اقتصادی داشته باشیم، همکاری فرهنگی داشته باشیم. ما با همشون دشمنیم. و واقعا یه مثال براتون بزنم سریع تر که وقتی رفسنجانی رفت چیز ویتنام شمالی، ویتنام اونجا میدونید ویتنام با کمک آمریکا و کشورهای اروپا و اینا خودشو الان به یکی از ببرهای اروپا تبدیل کرد. رفته بود اونجا به رئیس جمهورشون گفته بود آقا شما که این همه کشته دادید که آمریکایی‌ها نمی‌دونن بمب نپال و بمب نارنجی انداختن تمام کشتار نابود کردن، چرا باشون دارید همکاری میکنید؟ گفته بود آقای رفسنجانی ما، شما شاخ آمریکا رو گرفتید، ما پستوناش رو گرفتید. بنابراین من امیدوار بودم که این آقای رفسنجانی این مثال رو بیاره تو کشور و عمل کنه. ما باید همه کشورهایی که میتونن به ما در هر ثروت برسونن و کمک کنن که ما پیشرفت کنیم، ما اگه با این روش تمام این مهاجرانمونه که نخبه ترین آدمای کشور هستن برگردونیم، کشور ما یک کشور استثنایی خواهد شد و یکی از پیشرفته ترین در آسیا میتونه باشه اگه اینا ویرانتر از اینش. و شما هم چون خونه نشین هستید در لندن. بله این کرونا ایوان آقای زنیم شما هم در خونه هستید. سه ماه در روز نمشون چهار ماه در روز آقای چالنگی از اردم عبور کرد. شما چطور؟ شما هم در خونه هستید دیگه؟ من در خونه هستم، کار زیاد داریم ولی ملاقاتی هم زیاد داریم. بسیار خوب، خیلی سپاسگزار هستیم از شما آقای نوریزاده در لندن در خانه نشینی اجباری به حکم کرونا، و آقای زعیم در تهران. با سپاس بسیار از شما. به اتفاق همکارانم امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، سپاسگزار همراهی شما هستیم بینندگان عزیز. تا این لحظه به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادرا، کلوند کو، زاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیر کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.